سلام مجدد دوباره خوش آمدین. پیک پگاه هست و مهمان شما هستیم و خوشبختانه در این لحظات بانو کاملا عقیل مهمان برنامه خود داریم. بانو آرزو امین کاملا عقیل قرار است بعد از آرزو امین بیاید در برنامه از بخش مسئول جندر دفتر میثاق شهروندی است که در این لحظات برنامه با ما هست. صبح شما بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما همچنان بخیر، تشکر. سلامت باشین. در ابتدا اگر در مورد کاری که مربوط به هیته شما میشه، هیته کاری خودتان، یکم وضاحت بتین، بعد در مورد برنامه‌ای که در رابطه با خانم‌ها میثاق شهروندی داره در بخش جندر، در این رابطه یک وضاحت کامل میخوایم از شما. تشکر. بخش میثاق شهروندی همانطور که از برنامه های قبلی شما آگاه هستین، پروژه های معیشتی برای خانم ها داره که در حیثه خودکفایی و شامل شدن خانم ها در چرخه اقتصاد فعالیت میکنن، کار میکنن که مدیریت پروژه های خانم ها مربوط به بخش جندر میشه. به این خاطر بخش جندر همراه از اینا همکاری خیلی نزدیک داره در قسمت از اینکه پروژه ها چطور همراه از اینا پیش ببرن، خانم ها چطور سهیم شود به پروگرام، چطور در قسمت به حساب، چون اینا یک پروژه های کوچک هستن که هر خانم متشبث تربیت میکنن، برای از اینا کار میاموزن، امروز از اونا همکاری نزدیک دارن. بسیار خوب. شما چقدر خانم تا انوز توانستین جذب بکنین و مشغول کار بسازین؟ در کل میثاق شهروندی 30 پروژه معیشتی در سطح شوراهای گذر داره که از سطح این 30 شورای گذر ما 10 شورای ما پروژه تولیدی دارن که در بخش های خیاطی و بخش شیرینی‌پزی فعالیت میکنه که هر پروژه تقریبا 100 شاگرد و بالاتر از اون داره که در مجموع اگر بگیریم ما بیشتر از 1000 نفر تانستیم که شامل کار بسازیم. اینجا اینا در ابتدا آموزش میبینن، بعد در چرخه تولید میآیان و بعد تولیدات از اینا به بازار عرضه میشه و از طریق انکم عاید که به دست میارن پس دوباره اینا عاید ماش میگردن که بتونن که بر فامیلایشان، بر خودشان، در عرصه اقتصادشان کمک بکنن. بانو امین چطور میتونین، سوال دارید یا؟ بفرمایید. بانو امین چطور شما میتونین خانم ها را چسب بکنین در پروژه ها؟ میثاق شهروندی از شروع کارشان در کل شورا تشکیل دادن در سطح نواحی شهر مزار شریف که در 4 نواحی مزار شریف کار میکنن، نواحی 7 و 8، 9 و 10 میباشه که در اینجا شوراها تشکیل شده، مردم از طریق مساجد و کلانترهای منطقهشان آگاهی دهی صورت گرفته. برای فعلا فضا کاملا آماده است برای اینکه ما کار شروع بکنیم. امروز از اونا در سطح هر شورا 4 عضو کلیدی و دیگر اعضا می باشه که 4 عضو کلیدی ما رئیس و معاون منشی و خزانه‌دار می داشته باشن. پولی که برای شورا به خاطر تطبیق پروژهشان می مستقیما خود شورا اکاونت داره، یک برنامه مردمی است که امرای خودشان کار صورت می گیره و اینا خودشان تصمیم گیری می کنن. ما فقط برایشان زمینه کار امرایشان مساعد می سازیم، برای از اینا تسهیل می سازیم پروگرام، بعد نظارتشان می کنیم و خود از اینا را پیش مندازیم که بیاین کار بکنن، خودشان تصمیم بگیرن و تمام پروژه‌ای که انتخاب می شد از طرف میثاق شهروندی در نواحی، از طرف خود مردم با نیاز سنجی منطقهشان انتخاب میشه، اونا رای گیری میکنن مردم بین خودشان که چی نیاز دارن به منطقهشان و مخصوصا در قسمت خانما اینا هم همین قسم. اگر در شروع بر شما یادآور شدم که پروژه‌ای که در بخش خانما هست هم ساختمانی است و هم تولیدی است، حتی اینا ساختمانیایشان هم نیازسنجی کردن که آیا ما در سطح نواحی که زندگی میکنن برامو همچون ساختمان های مثل سالن‌های اجتماعی است، کودکستان ها است، در مکاتب صنفای در مکاتب دختران است، صنفای اضافی است که بعض مکاتب هم میدانی که همچون امکانات را که در کل باید داشته باشند ندارند، دیوار احاطه مکتب برایشان اعمار شده، این مسائل انتخاب میکنند و همینطور و در قسمت تولیدی همچنان بیشترین فوکس برنامه روی خانمای فقیر و فقیرتر است که ما افراد فقیر جامعه را مخصوصا از طبقه اوناست جمع بکنیم، بر از اونا زمینه کار ایجاد بکنیم که اونا بتوانند با استفاده از شغلی که یاد میگیرن برای خود امرار معیشت بکنن. بسیار خوب. بانو امین، ما پیشتر از شما یک بانوی را داشتیم که میثاق شهروندی بر از 50 بانو زمینی کار مساعد کرده بود و یک کارخانه شیرینی پزی را آماده کرده بودن. از این کارخانه شیرینی پزی چند دانه شما جور کردین و چند مسیح خیاطی برای خانم ما جور کردین؟
در کل از 10 پروژه تولیدی که میثاق شهروندی در بخش خانمان دارد، 3 پروژه از اینا خیاطی هستند و 7 پروژه دیگر شینی‌پزی میباشد. که در کل این پروژه تولیدی ما در 3 ناحیه مزار شریف که نواحی 7 و 8 و 9 میباشد موقعیت داره، که هر کدام از اینا قسمی که به شما یادآور شدن بیشتر از 100 شاگرد دارن، که در هر مقطع زمانی شاگردای از اینا، چون در یک زمان 100 نفر شاگرد امکاناتش نباشه، باز 50 به 50 یا 25 به 25 تقسیمات میشه، اینا در ساعات مختلف تدریس میکنن برشون، بعدن کار در حصه کار میان. پونم این قسمی که به همه ما میفهمین تقریبا 71% از مردم را در افغانستان، در مردم روستانشین تشکیل میده و تقریبا 29%ش مردم شهرنشین. برنامه میثاق شهروندی خصوصا در جندر، بله، در بخش جندر که شما کار میکنید، چی برنامه هایی برای مردم ولسوالی داره که فیصد زیاد از مردم افغانستان تشکیل میده؟ باید بگویم که البته در مورد برنامه آیندیتان چی است؟ حالا میفهم که در روستاها کار نمیکنید. میثاق شهروندی در دو بخش کار میکنه، در کل بخش روستایی است و بخش شهری است، و ما به نمایندگی بخش جندر شهری به برنامه شما اشاره کردیم. بخش روستایی هم مثل بخش شهری همچون برنامه هایی را برای خودکفایی خانم ها دارن، که باز تفصیلات کار از اونا را من نمیخوایم بتام. بله، چون بخش های کاری شما فرق میکنه. بدون شک، بله، درست است، درست است. در اخیر پیام داشته باشین ما در خدمت. تشکر. پیام ما برای از اینکه بخش جندر است و ما با خانم ها کار میکنیم، میخوایم بگویم که همه خانم ها امروز باید همت داشته باشن، اونمو اراده قوی به خاطر مبارزه کردن داشته باشن، و همچون برنامه هایی که برشان تشکیل میشه، چی از طرف دولت و چی از طرف سکتور خصوصی، از اینا به شکل درستش بهره برداری صورت بگیره، تا بتوانن که اونمو ظرفیت را که خانم ها نیاز داره که باید برسه اقتصاد بیان، به جامعه بیان، کار بکنن، او رو به دست بیارن. شما زنده و سلامت باشین. تشکر از وقت. خوش آمدید. سلامت باشین. عزیزان بیننده، در این لحظات بخش نقاشی آماده است. با هم میبینیم و بعد میگردیم. فراموش نکنین که مهماندار هستیم.